امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خوب باشه، سلامت باشین، انشالله برقرار باشین، موندگار باشین، لحظه به لحظه زندگیتون پر از عشق باشه و امیدوارم هیچ نگرانی، هیچ دلهوره، هیچ اتفاق بدی نتونه ته دل شما رو بلرزونه، شما رو مستحصل بکنه، شما رو نگران بکنه و امیدوارم همیشه حالتون درجه یک باشه. مثل همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، امیدوارم همیشه روبراه باشین، درجه یک باشین، برقرار باشین و بهترین های خدا هرچه که هست در انتظار شما باشه. حالتون چطوره؟ خوبین؟ تعطیلات خوش گذشت انشالله. یه سه روزی رو خب خیلی ها شاید سفر بودن، خیلی ها خواستن تو منزل بشینن، یه سری کارهای عقب افتاده رو انجام بدن. بالاخره هر جوری که بود این سه چهار روز تعطیلی گذشت، یا بهتر بگم دیگه رسما مملکتمون، کشورمون از تعطیلات اومد بیرون و دیگه به خودش داره میاد، میخواد شروع به کار بکنه و فعالیت بکنه و امروز هم دیگه خیلی بهتر دیگه از همه روزا میشه. چرا؟ چون که شنبه است و همه کارا رو انداخته بودن برای همین امروز. کسی که میخواست کار اقتصادی بکنه، کسی که میخواست فعالیت‌های گوناگونی انجام بده، یکی میخواست لاغر بکنه، یکی میخواست ورزش بکنه، هر کی هر کاری میخواست انجام بده سال جدید انداخت دیگه برای الان و بسم الله شروع بکنی. هر کسی هم که الان داره ما رو تماشا میکنه، امیدوارم اون شخص هم شروع به کار بکنه، فعالیتش رو جدی‌تر بکنه، استمرار در کارش داشته باشه، نه این باشه که من بگه از امروز من شروع کردم به کار، فعالیت کردم، بسم الله شو گفتم، حالا یواش یواش کار میکنم. از این چیزا نباید باشه واقعا و استمرار داشته باشیم، صبوری کنیم تو کارمون، تو راهمون. امیدوارم که درجه یک هممون ظاهر بشیم در این سال جدید و انشاءالله پر از خیر و برکت بشه بر همه ما. ابتدای برنامه است، ما همیشه اذن میگیریم، اجازه میگیریم از امام زمان عجل الله تعالی فراجه و شریف و بهشون میگیم از شما به ما نگاهی تمام است اگر کنی. اللهم عجل ولی یکل فرج. دعا کنم که شاید حالمو بهتر کنه، یه ذره از دوره غیبتو کمتر کنه. این دعا میشه امان توی آخر الزمان. دست من به دامنت صاحب زمان، ازت دورم که بیچارم، به غیر از تو آقا کیو دارم. ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح مولا، ابا صالح. دعا کنم که خیلی غم میون سینم، آرزوم تا زندم ظهور تو ببینم، حاجتم روا بشه، دفع هر بلا بشه، دنیا با ظهور تو زیبا بشه. بدم اما نگاهم کن، بیا آقا پاک از گناهم کن. ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح مولا، ابا صالح. دعا کنم برا تو با قلب پر ز دردم، معترفم که کاری برای تو نکردم، وقتی از تو غافلم حل میشه مشکلم، تو بیا و کاری کن
واسه دلم درستش کن، خراب کردم روی لطفت، خیلی حساب کردم. شبتون بخیر عزیزان دلم، خیلی متشکرم از اینکه دارین ما رو تماشا میکنین. ما امشب یه موضوع خیلی خاص داریم، خیلی موضوعمون جذابه و دعوت میکنم تا انتها بیننده ما باشین. در تجارت و مردم صحبت‌های زیادی انجام شد، از شعار سالمون گرفته تا اتفاقای نظیر ترس از تجارت و خیلی از موضوعات دیگه که برای خودمون بود، برای مردم بود، موضوعات مردمی حتی در رابطه با پولدار شدن، اینکه مردم اگر پولدار بشن چه اوضاع احوالی بر خودشون رقم میزنن، آیا دیگران هم دعوت میکنن به اون شغلشون و اون کار و کاسبیشون که درآمد افراد هم بیشتر بشه و اینها. در رابطه با همه موضوع ما صحبت کردیم، ولی امشب یه موضوع فوق‌العاده جذابیه که خودم اصلا بارها و بارها بهش فکر کردم. یعنی افرادی که با ما ارتباط میگیرن، گفتگو میکنن، ممکنه در یه روستایی دارن زندگی میکنن، اوضاع احوالشون هم برای کار و تشکیل کار و اینها هم خیلی خوبه، ولی نمیدونن چی کار بکنن. امشب در رابطه با ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای کشور میخوایم صحبت بکنیم و دعوت کردیم از مهمان گرانقدرمون سرکار خانم رضایی، مدیر نمایندگی شرق اروپا، که ایشون بیان برای ما صحبت بکنن. اصلا کاری به شرق اروپا و اینا نداریم، در داخل کشور ان شاء الله می‌خوایم صحبت بکنیم. خانم رضایی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خدمت شما جناب تقدیردار و عرض سلام دارم خدمت تک تک اعضای خانواده بزرگ و همدل آراد برندینگ. امیدوارم که تا به این ساعت از روز شنبه‌تون رو در نهایت آرامش و صحت پشت سر گذاشته باشید و ساعتی رو که در واقع تماشاگر برنامه آراد برندینگ هستید بتونید نهایت استفاده رو از برنامه امروز داشته باشید. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. زنده باشید، متشکرم. بزرگوارین سلامت باشین. ما میدونیم که در نمایندگی ها چه اتفاق میفته، همه ما آگاه هستیم به تلاش شما و همکاراتون، خدا قوت به شما میگیم. و خب میدونین دیگه عزیزانمون در مدیریت نمایندگی ها وظیفه خیلی سنگینی رو دارن، ارتباط گرفتن با خارجی ها خودش یه مسئله است، گفتگو کردن، صحبت کردن و به اینجا رسوندن کار از عهده فقط آراد و آرادی ها برمیاد. بله حقیقتا اگر به خیلی از شرکت های بیرون از در واقع جامعه همون نگاه بکنیم، خارجی ها رو ببینیم، میبینیم اونا نمیتونن کار بکنن، در داخلش میبینیم کسی رقیب اون نیست. الحمدلله به واسطه این خانواده. سرکار خانم رضایی شما کی وارد آراد شدی؟ از چه زمان؟ من دقیقا زمانی که بخش مذاکرات کار خودشون رو استارت زدن ما وارد آراد شدیم، یعنی تقریبا 14-15 آذار 1400. آها. الان تقریبا 2 سال خورده هست که در خدمت آراد هستم. خیلی عمالی، خدا قوت به شما، خستم نباشید. برم شروع بکنم صحبت ها و سوال ها رو داشته باشیم انشالله. سوال اول اینه که سرکار خانم رضایی، مهمترین ظرفیت اقتصادی روستاهای کشورمون چیا هست؟ اینو برام بگید. خب همونجور که شما خودتونم مستحضر هستید، ایران با توجه به اینکه خب 4 فصل هست، تنوع جغرافیایی خیلی قابل توجهی داره، روستاهاش هم به شدت بکر و خاص هستن، اصطلاحاً میتونیم بگیم یونیک هستن، متمایز هستن با کشورهای دیگه و خیلی از ایرانی‌ها اصلا عادتشون این هستش که هر زمان که خسته میشن از اون تنش حالا در واقع شهر زیستی و بودن در شهر و اینها، پناه میبرن به اون فضای بکر و دنج روستاها که خب هم فضای ظاهریش و اون فضای طبیعیش در واقع بکر و خاص هست، هم حالا موادی که اونجا داره استفاده میشه، تولید میشه، به شدت منحصر به فرد و خاص هستن، هم از نظر کیفیت، هم از نظر به قول معروف اون پروسه تولید و اینها. از این جهت خب همه دوستان در جریان هستن که روستاهای ایران به شدت خاص هستن، شرایط بسیار خاصی دارن، ظرفیت اقتصادی متنوعی هم دارن. مثلا اولین ظرفیتی که میتونم بهش اشاره بکنم همون بحث محصولات کشاورزی و دامی در واقع روستاهای ایران هست، که خب تولیداتی که در واقع به لحاظ کشاورزی توی روستاها اتفاق میفته و انجام میشه خیلی
طرفداران خاص خودش رو داره، افراد ترجیح میدن که اگر میخوان سالم زندگی بکنن از اون موارد در واقع توی سبد غذایی خودشون داشته باشن. و تو بحث حالا نگهداری از دام هم که خب بیشتر در واقع محصولات دامی حالا بکر و اوکی در واقع توی روستاها دارن پرورش داده میشن. بحث دوم، ظرفیت دومی که روستاهای ما دارن بحث گردشگریشون هست. خب فضای روستاهای ایران هم به لحاظ اون معماری و اصطلاحاً آرکیتکچری که داره، هم به لحاظ اون در واقع آب و هوایی که داره، اون محصولاتی که تولید میکنه، خیلی مورد توجه توریست های قرار میگیره که از کشورهای دیگه میان ایران و ایران رو در واقع بازدید میکنن. ما حتی برای خودمون هم خیلی پیش میاد، نماینده خارجی که میان ما میبریمشون بازدید از کارخونه و اینها، تو مسیر که داریم میبریمشون یه وقتا میبینیم چقدر مثلا خیره شدن به یه صحنه خاصی، بعد نگاه میکنیم میبینیم مثلا برای ما چقدر عادیه، بعد برای اینا چقدر مثلا این دیدن این صحنه ها هیجان انگیز و جالبه. و خب خیلی از توریست ها اذعان داشتن بعد از اینکه در واقع از ایران رفتن، اذعان داشتن که خب فضاهایی که تو ایران تجربه کردن، خاطراتی که تو ذهنشون شکل گرفته رو جای دیگه تجربه نکردن. و خب این نشون میده که اصلا کلا فضای معماری ایران، اون تمدن ایران خیلی بکره، خیلی خاصه و هر بیننده و هر شنونده ای رو در واقع میتونه اقوا بکنه، اصطلاحا مجذوب خودش بکنه. و خب خدا رو شکر من خودم که اصالتا اهل زنجان هستم، روستاهایی که حالا تو زنجان، تبریز، ارومیه، اردبیل به دفعات با خانواده خودم رفتم، واقعا انرژی بخشه، واقعا مسرت بخشه. وقتی که آدم تو اون فضا هست خیلی انرژی خاصی آدم میگیره که خب تو فضای شهری نمیتونه تجربهش بکنه. و نکته بعدیش در واقع صنایع دستی هستن که توی روستاها تولید میشه. خب هر کدوم از روستاها صنایع دستی خاص خودشونو دارن، حالا گیلیم بافی هست، یه سری حصیر بافی ها هست، یه سری کارهای خاصی که بانوان و خانم‌های در واقع روستایی انجام میدن. و خب از این طریق اصطلاحاً اون فری تایم، اون اوقات فراغت خودشون رو پر میکنن و بسیار هم خاص هستن. حتی من خاطرم هست یه تایمی که قبل از اینکه در واقع با آراد کار بکنم، یه گروه توریستی از ژاپن اومده بودن ایران، یه 6 ماهی ایران بودن، ما باهاشون در واقع بودیم و کارشون انجام میدادیم. ما اینها رو چند تا استان و شهر بردیم که یه سری صنایع دستی رو ببینن، و چون خودشون طالب بودن که صنایع دستی رو خریداری بکنن، خیلی براشون جذاب بود، خیلی براشون به قول معروف شگفت انگیز بود که مثلا یه همچین چیزهایی، یه همچین صنایع دستی تو ایران داره توسط خانم‌های ایرانی تولید میشه. صنایع دستی هم میتونه یکی از در واقع ظرفیت‌های اقتصادی روستاها باشه. مورد بعدی همون بحث معادن و منابع طبیعی هست که توی روستاها وجود داره و اگر خوب و درست ازش بهره برداری بشه، خیلی فرصت شغلی خوبی رو میتونه ایجاد بکنه. و مورد آخر اگر بخوام اشاره بکنم، صنایع کوچک و متوسطی هستن که اصطلاحا نوپا هستن، تازه شکل گرفتن در روستاها و اصطلاحا تازه جون گرفتن، و اونها هم میتونن ظرفیت‌های اقتصادی بسیار خوبی برای روستاییان عزیزمون باشن که بتونن ازش، از قبل اونها در واقع کسب درآمد بکنن و اون رشد اقتصادی مد نظر خودشون رو داشته باشن. درود بر شما، زنده باشین. پس شد کشاورزی و دامداری. بله. در بحث توریستی، بحث جاذبه‌های توریستی. دقیقاً. و صنایع دستی و شما هم اشاره داشتین به این موضوع معادن. آخریش چی بود؟ معادن و صنایع کوچک و متوسطی که تازه جون گرفته و اصطلاحا نوپا هستن. حالا بعضی از سرمایه‌دارا، میون کلام شما اومدم، بعضی از سرمایه‌گذارا ترجیحشون اینه که برن یه باقی، باغچه چیزی اونجا داشته باشن. بله بله. بعد بیان تبدیل به رستوران بکنن و خیلی ها بیان اونجا حالا با خانواده یه آرامشی رو داشته باشن تو اون فضا و اینها. بله بله. ولی نمیدونن که اگر بیان از اون فضای ارگانیک استفاده بکنن، از اون حال و هوا، از اون اتمسفر که شما هم اشاره بهش کردیم بیان استفاده بکنن، میدونن سودهای بیشتری ببرن. قطعا. خب خیلی از افراد جا به تحویل دار متاسفانه فکر میکنن که مدرنیته همه جا جواب میده. آره. در حالی که به این شکل نیست. اگر بخوان از فضای روستایی اصطلاحا بهترین استفاده ممکن رو داشته باشن، باید سعی بکنن با همون معماری سنتی و روستایی
در واقع اون امکانات مدرن رو فراهم بکنن. مثلا به فرض اگر میخوان یه چیزی در قالب هتل درست بکنن اونجا، میتونن از همون معماری که تو خود روستا هست استفاده بکنن. اتفاقا خیلی هم جذاب‌تره برای کسانی که میان اونجا بازدید می‌کنن. اگر قرار بشه اونجا هم هتل زده بشه که خب اون هتل رو همه جای به قول معروف شهر و اینها میشه پیدا کرد. خب کسی که میاد روستا میخواد یه چیز متفاوت رو تجربه بکنه، یه حس متفاوت داشته باشه. پس قاعدتاً تو بحث معماری و اون بحث آرکیتکچرش، کسانی که میان سرمایه گذاری میکنن اگر یکم یک کوچولو فکر اقتصادی داشته باشن، حتما میرن به سمتی که یه چیزی درست بکنن که نمای ظاهریش در عین حال که به طرف مقابل آرامش میده، اون بافت سنتی روستا رو هم القا بکنه به اون اصطلاحا بازدید کننده. ولی خب متاسفانه خیلی از افراد میخوان مدرنیته رو همه جا دخیل بکنن، همه جا وارد بکنن و خب اشتباه هم هستش. درود بر شما، زنده باشین. انشالله در رابطه با همین مواردی که شما فرمودین، این تفکیک هایی که داشتین صحبت میکنیم مخصوص مفصل. تا بیننده های زنده باشین. تا بیننده های عزیز ما هم در جریان همه این کم و کیف ها قرار بگیرن. و حالا شما بیننده عزیزی که دارین ما رو تماشا میکنین، حتما روزیتون هست این بحث و این موضوع. و اون کسی هم که در صدد راه انداختن یک کاریه، مطمئناً اگر یه باقی باغچه چیزی داشته باشه، اهل روستا باشه، میتونه بره اونجا فعالیت بکنه، دست 3-4 نفر هم بگیره از اون اهالی رو، میتونن کارهای قشنگ و جذابی هم انجام بدن که انشالله در ادامه اینها رو عرض خواهیم کرد. بریم یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای نوش بزرگوار. ایشون تاجر لوله و اتصالات هستن و از قوم هم با ما ارتباط میگیرن و ما هم همچنین باشون ارتباط داریم. جناب آقای نوش عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه. سلام سید جان، خوبی؟ سلامت ان شاء الله. خوبه، خیلی ممنون، زنده باشین. بزرگوارین شما. تبریک جان، عیدتون تبریک میگم. مخلص شما، خدمت شما مهمان عزیزتون. ارادتمند، زنده باشین. خوبی؟ خوشین، سلامت ان شاء الله. قربونت، زنده باشین، ممنون. مخلص شما، بزرگوارین. قربان شما. آجی شما چند وقته وارد آراد شدین؟ من تقریبا یک سال میشه. و دیگه یک سال، الحمدلله، خدا رو شکر. و اینکه حالا قومی بودین با آراد همراه شدین یا نه؟ بله. خب از همین قوم خیلی راه دوری هم نداری. هر موقع اراده بکنین تو آرادی. زنده باشی. خب من سوالی که از خدمت شما دارم، این سوال رو از سرکار خانم رضایی هم پرسیدم، از شما بپرسم به یه نتیجه مطلوب ان شاء الله برسیم. اونم اینه که مهمترین ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای کشورمون چیه؟ این رو شما به اشاره داشته باشید. ما در خدمتیم. ظرفیت روستاها معمولاً حالا چه منطقه خودمون بخوای حساب کنیم، داره چه شهرستانی، عمدتاً کشاورزی هست و دامداری. بله. و حالا بعضی روستاها هستن که صنایع دستی هم دارن. دقیقاً. بله. و اینکه حالا اگر به قم اشاره بکنیم، خب با توجه به اینکه نزدیک خود ما هم هست، شما هم بالاخره در خیلی از روستاهای مختلف اصلا در پنج بخش استانمون هم رفتین، گشت و گذار داشتین، به نظرتون توی روستا کار کردن درآمد میده به ما، کار به ما میده، اصلا کارآفرینی به ما میده روستا یا نه؟ الان با توجه به حالا خوشسالی اخیری که بوده، یه مقدار با مشکل کمابی به حساب مشکل کمابی رو داریم. یه سری حالا که روستا هستن که از روش گلخونهی دارن استفاده میکنن، کشت گلخونه، و خیلی هم خوب جواب میده. حالا اسم ببرم منطقه لنگرود قوم، همین طرف حالا به سمت جاده کاشون که میانم مسیرشو شما بدونی، جاده قدیم کاشان میشه دیگه، درسته؟ جاده قدیم کاشان. بله. آره. گلخونه های خوبی احساس شده. بله. بعد حالا نسبت به آب شیرینی که داره الان خوب جواب داده اونجا. کشت های مختلفی هم الان کشت میکنن، محصولات مختلفی. حالا همینو مردم بس بدن به استان خودشون، به شهرها و در واقع روستاهای خودشون، ببینن چجوریه. بله. این اتفاقا رو بر خودشون در نظر بگیرن. من فعلا ساکن استان مرکزی هستم، اون استان مرکزی که حالا بخش عمده ای از کشاورزیشون تحت کشت گلخونه هست، طرف محلات و خمینی و
اونجا یه محصول خوبی هم داره خمین، درسته؟ اگه گفتی خمین، کشت خود خمین حبوبات لوبیا. دقیقاً. حالا جدا از کشت گندم که حالا عمده کشت پاییزشون زیر کشت گندم هست، کشت بهارشون هم لوبیا دارن. بله کاملا درست. ارقام مختلف لوبیا چیتی، سفید، نمیدونم. دقیقاً. قرمز. خیلی هم عالی. خیلی مخلصی. خدا حفظتون کنه آقای نوش، زنده باشی، ارادتمندی، شب شما بخیر باشی. یا علی مدر برمون شما، خدا نگهدار. خدا حفظ شما. متشکرم. حالا آقای نوش عزیز یه اشاره‌ای داشتن به منطقه قم. خب 5 تا بخش رو قم شامل هست و در هر 5 بخشش که شما تماشا بکنید، مثلا بینیم سمت قنوات، سمت قنوات خب یه بخش کویر قم هم در نظر گرفته میشه دیگه، یعنی یه مسیر رو که شما بگذرونی به کویر میخورید. برای همه یه عزیزان ایرانیمون دارم میگم، هموطنان نازنینمون، که ببینیم در همین مرکز کشور چه دستاوردهایی وجود داره. شما در همین مسیر که تشریف ببرین، در همین قنوات از دامداری های مختلف که رها بشین و سوای از اینها، میایم به زمین‌های مختلف کشاورزی می‌خوریم که در بعضی از ایام سال دارن کار می‌کنن. جلوتر از این در واقع مسافت که شما جلوتر برین، متوجه خیلی از در واقع چادرهایی میشین که بعضی‌ها در همون چادرها دارن محصولات دستی رو می‌فروشن. یعنی این برای خیلی از ساکنان اون منطقه باب شده و یه حال خوبی داره. چرا؟ چون بعضی ها میخوان بیان به سمت در واقع کبیر و آفرود و آفرود سواری و از این چیزها، میان از اینا خرید میکنن. درست. مثلا در بخش کهک بخوایم در نظر بگیریم، خب در بخش کهک قوم بعد به ورودش دقیقاً همین فضا رو تجربه این فضا رو شما میبینید. بله. یا مثلا اوضاع احوال خاص و نابی که این روستا دارن، خب خیلی از مثلا پایتخت نشین ها هم در بعضی از ایام سال میان به همین مناطق. در سمت آشیان اینا بریم یه سری محصولات، در بخش خلجستان بریم یه عالم فعالیت. این فقط برای خود قومه، یعنی نمیخوایم امشب در رابطه با قوم صحبت بکنیم، نه، بحثش پیش اومد و گفتیم، یعنی خیلی ریز بشیم بهش ببینیم دنیایی از کارا میشه انجام. خیلی هم بریم. سوال بعدی که از خدمت شما دارم خانم رضایی اینه که روستاهای ما چطور میتونن اقتصادشون رو رشد بدن؟ خب ببینید، روستاییان در وهله اول اگر بخوان اقتصاد خودشون رو رشد بدن، یک سری مهارت‌های اصطلاحاً فاندامنتال و پایه‌ای رو بهش نیاز دارن. ما یه سری از ظرفیت‌های اقتصادیشون رو آوردیم، مثلا توی بحث حالا گردشگری ما بهش اشاره کردیم. روستاییان باید روش درست تعامل با یک خارجی رو یاد بگیرن. این از کجا ایجاد میشه؟ چجوری میتونن در واقع این بحث رو آموزشش رو ببینن؟ حالا یه بحثش از طریق تجربه هست، حالا به دفعات و شخص مورد نظر، حالا توریست میاد به اون روستای مورد نظر، اینا باش تعامل دارن، صحبت میکنن، یاد میگیرن که بله. چجوری باید با یک خارجی صحبت بکنن، روش درست تعامل به چه شکل هست، چجوری باید تو ذهنش یه تجربه جذاب رو در واقع ایجاد بکنن و چجوری باش تعامل بکنن. و یه نکته مهمی که وجود داره بحث تبلیغاتش هست، یعنی روستاییانی که توی یک روستا حضور دارن، خب قطعا رفت آمد دارن به شهرهای مختلف ایران و گاهن ممکنه بعضی از اعضاشون حتی سفر خارجی هم داشته باشن، حالا فرزندانشون، خودشون نه، فرزندانشون، اطرافیانشون، میتونن بحث تبلیغاتیش رو خیلی راحت انجام بدن. حالا دیگه الان هم که خدا رو شکر از طریق فضای ورچوال و مجازی همه چیز امکان پذیر هست، میتونن اون فضای بکر رو ازش تصویر داشته باشن، ویدیو داشته باشن، یا حتی از حضور مثلا توریست هایی که قبلا اونجا بودن عکسای تصویرهایی رو در واقع فراهم بکنن برای خودشون، تو فضای مجازیشون حالا آپلود بکنن یا نشون بدن به افراد دیگه، که یه بحث تبلیغاتی صورت بگیره که خیلی کثیری از افراد مجاب بشن، در واقع علاقمند بشن که بخوان اون فضا رو تجربه بکنن. تو بحث کشاورزی هم خب ببینید، اگر ما بخوایم روستا رو فقط محدود به این بکنیم که با همون فضای سنتیش بخواد بحث کشاورزی و دامداریش رو پیش ببره، قطعا یه جایی کارش اصطلاحاً فیل میشه و دچار
حالا میتونیم بگیم افول میشه، باید مسلط بشن، باید سوار بشن به اون دانش و فناوری روز برای بحث حالا تولیدات کشاورزیشون. ولی این نکته رو هم باید تو ذهن خودشون داشته باشن که اگر دارن از فناوری روز استفاده میکنن، از روش‌ها استفاده نکنن که کیفیت محصولشون رو زیر سوال ببره و تحت شعاع قرار بده، چون اون وقت دیگه محصول روستایی با محصول شهری دیگه تفاوتی نداره و اون کسی که ترجیح میداد محصول روستایی رو به خاطر حالا اون اوریجینال بودن و ناب بودنش بخره، خب دیگه این ترجیح رو از دست خواهد داد. پس توی بحث حالا اون تکنولوژی های روز، مثلا سیستم های جدید آبیاری یا هر چیزی که بهشون کمک بکنه بتونن مدرن تر اصطلاحاً کار کشاورزیشون رو انجام بدن و تا حد امکان بتونن بهره‌وری بیشتری از زمین های کشاورزیشون داشته باشن و میتونن پیاده بکنن، به شرط اینکه حواسشون باشه کیفیت محصولشون تحت شعاع قرار نگیره. در رابطه با حالا صنایع دستیشون هم مهمترین چیز این هستش که خب من الان به فرض این مورد رو اینجا تولید کردم، دارم به قول معروف تو حجم بالا هم اینو تو روستای خودم تولید میکنم، اگر نتونم بازار فروشش رو اوکی بکنم، تامین بکنم، خب کارم عبث خواهد بود. این محصولی که تولید کردم نهایتا میتونم تو روستای خودم یا چند نفر تعداد معدودی که میان روستا بازدید دارن، فامیلم آشنام، مثلا نهایتا به اونها بدم. پس بازار فروش رو اگر بتونن برای صنایع دستی خودشون ایجاد بکنن، خب خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. تو بحث حالا معادن و منابع طبیعی هم خب به همون میزان که اینها بتونن بهره‌وری بکنن از این معادن، از این منابع طبیعی، میتونن خیلی راحت ایجاد شغل بکنن. متاسفانه خیلی از روستاها خب افرادی که اونجا هستن، حالا مسن هستن، خیلی آشنایی ندارن با روش‌هایی که چجوری بخوان بهره برداری بکنن از این معادن و منابع طبیعی. متاسفانه این منابع و این معادن همچنان به صورت بی استفاده و اصطلاحاً یوسلس باقی میمونه و نمیتونن ازش استفاده خاصی داشته باشن. اگر بتونن راه‌هاش رو پیدا بکنن و تا حد امکان بتونن از این معادن و در واقع منابع طبیعیشون بهره برداری بکنن، به تبعش میتونن شغل‌های زیادی رو هم ایجاد بکنن. تو بحث حالا صنایع کوچک و متوسطی که تو روستاها هم وجود داره، خب اینجا دیگه حمایت دولت رو میطلبه دیگه. دولت باید حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه، چون بیشتر این صنایع نوپا هستن، تازه جون گرفتن، نیاز به حالا پشتیبانی های مالی و در واقع حمایتی و تشویقی دارن. اگر از سمت دولت این اتفاق براشون بیفته، خیلی راحت میتونن اون صنایع رو هم در واقع پیشرفت بدن و یه سری مهارت های دیگر رو هم میخوان دوستان روستایی ما. اگر مثلا میخوان کسب و کاری را بندازن، تجارتی رو در واقع انجام بدن، قطعا باید مهارت‌های کسب و کار، مهارت‌های مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملیاتی رو خیلی خوب باید بهش مسلط بشن، چون اینها میخوان همه چیز رو در قالب اجرایی در بیارن دیگه، عملیاتیش بکنن. و همونطور که بهتون گفتم مهارت‌های اجتماعی به شدت میتونه بهشون کمک بکنه، هر چقدر بتونن بهتر ارتباط مؤثر با دیگران برقرار بکنن، تیم ورک بهتری رو بتونن تشکیل بدن و اینکه حالا با مذاکره خوب، با صحبت خوب بتونن اون حالا اختلافاتی که وجود داره، تعارض‌هایی که وجود داره بینشون رو از بین ببرن، اگر بتونن تجمیع همه این در واقع مهارت‌ها رو داشته باشن، خیلی خوب میتونن ظرفیت اقتصادی خودشون رو روش بدن. و یک بحث دیگه این هستش که به شدت باید خودشون رو مجهز بکنن تو دانش فنی و تکنولوژیک. خب دیگه نمیشه این رو انکار کرد که جهان هر روز داره به سمت مدرن شدن، پیشرفته شدن داره پیش میره و خب صنایع تکنولوژی هم داره هر روز در واقع پیشرفته تر رو به جلو داره پیش میره. اگر اینها بتونن اون دانش فنی و تکنیکال خودشون رو در حوزه حالا بحث‌های در واقع ادوات تکنولوژیک داشته باشن، خیلی راحت‌تر میتونن ارتباط بگیرن، یعنی از اون فضای محدود روستا میتونن خارج بشن، میتونن بازارهای جدید رو برای خودشون ایجاد بکنن و اصطلاحاً رخنه بکنن به جاهای جدید، به فضاهای جدید که بتونن فرصت‌های شغلی هم برای خودشون هم برای خانواده‌هاشون ایجاد بکنن. کاملاً درست. در کلام شما و فرمایش شما حالا داشتیم بحث مسئولین و دولت و اینها رو به همون جا اکتفا نکنیم، بازترش کنیم موضوع رو. بله حتما. و گفتگون رو به این سمت ببریم، خب مسئولین چقدر توانمندن و چقدر توانایی دارن برای اینکه ظرفیت های روستاهای ما رو فعال بکنن، یعنی یه بحث اختصاصی در رابطه با این داشته باشیم که
شما بفرمایید چه کار باید بکنه دولت؟ خب ببینید، دولت اولین و مهمترین کاری که انجام میده اون نقش حمایتیش هست. کلن ماهیت انسان به این شکله که اگر ببینه یک حامی داره کسی پشتشه، دلگرم میشه به اون کاری که میخواد انجام بده، راحت‌تر مثلا اون مسیر رو پیش میبره. هیچ انسانی هم از این قاعده مستثنا نیست، حالا بخواد روستایی باشه، شهری باشه. اگر بتونه دولت از روستایی‌ها حمایت بکنه، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ زیرساختی. ببینید وقتی میگیم زیرساختی، روستایی میخواد مثلا بازار هدف خودش رو، جامعه هدف خودش رو بس بده، گسترش بده، باید مسیرهای جاده‌ای، راهی، ارتباطیش اوکی شده باشه، باید اون بحث برق و اینترنتش اوکی شده باشه. اگر مثلا بخواد یه کوچولو تبلیغ بکنه، باید در واقع دسترسی داشته باشه به تمام حالا اون فناوری‌های اتصالات و ارتباطات. در غیر این صورت کاری نمیتونه از پیش ببره. پس اون حمایت‌های مالی باید باشه، حمایت‌های تشویقی باید باشه، ایجاد زیرساخت‌ها از سمت دولت باید صورت بگیره، آموزش‌ها باید حتما باشه. خیلی از افراد شاید راغب باشن این کار رو انجام بدن، ولی نمیدونن چه کار باید بکنن، آگاه نیستن، ظرفیت‌ها رو نمی‌شناسن، راه رو نمی‌دونن به چه شکل هست. اگر دولت بتونه یه سری حالا کورس‌های آموزشی برای اینها بذاره که مهارت‌های لازم رو بتونن کسب بکنن، این هم خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. و مهمترین نکته که تو ذهن من هست برای حمایت دولت از روستاییان این هستش که دولت بتونه تا حد امکان از اون فضای محیط زیست و منابع طبیعی روستا حمایت بکنه. چرا که اگر اون فضا از اون حالت بکرش خارج بشه، حالا هر موضوعی بحث ساختمان سازی به صورت حالا مدرن و اینها بخواد توش اتفاق بیفته، خب دیگه اون شاکله روستا، اون اصطلاحا نمای روستاییش به هم میریزه. پس یکی از نقشه اصلی دولت به نظر من این هستش که تا حد امکان کمک بکنه اون فضای محیط زیست و اون شاکله روستایی در واقع حفظ بشه، که از اون ور جذب توریست همچنان ادامه داشته باشه. و چون اگر قرار باشه ظاهر روستا هم مثل ظاهر شهر بشه، دیگه فکر نمی‌کنم جاذبه‌ای برای هیچ توریستی داشته باشه که دوست داشته باشه اون فضا رو تجربه بکنه. اینها مواردی بود که تو ذهن من بود. حالا تو اثناء صحبت اگر چیزی به ذهنم بیاد حتما اشاره کنم. زنده باشین، خیلی هم عالی. بریم یه گفتگوی تلفنی هم داشته باشیم. و بریم به همدان و یه گفتگو داشته باشیم با جناب آقای محمد جمال شیرزادی. ایشون تاجر ظروف یک بار مصرف هستن و میلگرد های کامپوزیتی، که باشون یه گفتگو داشته باشیم ببینیم که اوضاع احوال ایشون در همدان به چه شکل خواهد بود و ایشون هم یا تمایل دارن در روستا کار بکنن یا نه. جناب آقای شیرزادی عزیز سلام، شب شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای فهیدار عزیز و به گرامی و افرام باشد. میدونم که عید سعید فطر رو خدمت هم از ایزان تبدیل ترد کنم و راه جدیدم همچنین. زنده باشم، بزرگوارین شما، سلامت باشین، خدمت از ماست. آقای شیرزادی عزیز شما چند وقته با آراد همراهی قربان؟ آرادم خدمت شما، ما وارد هشتمین ماهش میشیم. خیلی هم عالی. فکر میکنم یکی دو ماه این سمتش در رابطه با آراد تحقیق میکردین، فعالیت های این شکلی داشتین، نگاه میکردین آراد رو، تماشا میکردین. یه جوری هم بخوایم همه رو جمع بکنیم، حداقل فکر کنم به 10 ماه برسه، نه؟ یا همون 8 ماه که شما فرمودید. بیشتر. آها، پس یه چیز دیگه. بریم روی یک سال. ارادت داریم. از سال کرونا بودش. یک بار اومدم، بعدش دیگه نشد. در جریان بودم این رو داره تا امسال دیگه. یعنی سال 400 تو اول. نه امسال. خیلی. یعنی شما در واقع چهار تا ارتباط داشتیم دورا دور. بله، خیلی هم عالی. یعنی فراتر از یک سال به فرموده شما 3-4 سال هست از این اتفاق میگذره و شما آراد رو تماشا کردین و بعدش هم که عضو این خانواده بزرگ شده، الحمدلله. آقای شیرزادی عزیز، حالا خوبه که یه اشاره داشته باشیم با هر عزیزی که با ما گفتگو میکنه، بریم اصلا به اون منطقش، یعنی به اون همدانی که شما دارین زیست میکنین، فعالیت میکنین، زندگی میکنین. مهمان قبلی تلفنی ما خب ایشون از قم بودن، ما در رابطه با قم صحبت کردیم. در رابطه با همدان
این که شما خب اشراف دارین به منطقتون، به روستاهاتون، به نظرتون چطور میتونین شما دست به دست خیلی از افراد بدین در روستاها، اقتصاد اون منطقه رشد بدین؟ چجوری اتفاق میفته؟ اینو به ما بگید. خدمت شما عرض کنم جناب تحلیلدار عزیز. ببینید من ساکن همدان هستم اما اصالتاً موشایی هستم. حدود 22 سال اینجا هستم. با فرهنگ اینجا آشنا شدم، روستاهاشو تقریبا میشناختم. همدان اکثر شهرستانهاش به واسطه این که زمین های حاصل خیزی داره در کشاورزی به نوعی قدس کشور هست. یعنی اینجوری ما الان زمینه بهار همدان داریم که تولیداتش بسیار زیاده، سالی دو بار اینا کشت میکنن، خیلی هم زیاده. الان مردمانشون، مردمان مستحالی اونجا خیلی غنی هم هستن، نظری هم شدی ندارن. مستحال لالسین هستن که در صنایع دستی حرف اول سید ایران و سطح جهانی هم شده. بعدش شهرستان های سیستان داریم، مبعیت داریم، نهاوند داریم و مابقی شد. همه اینا از نظر زمین های حاصلخیز داره زمین های حاصلخیز و غنی هستن، مشکل از این بابت ندارن. داری هستی به واسطه خوب انبارشی و این که فرازی مدت است برای ما، مشکلات ما آبی داشتیم در این منطقه ولی خدا رو شکر تا حدودی برطرف شد. اما یه موضوعی که اینجا خیلی من هم بهش اشاره کنم به نوعی اینه که ما نمیتونیم جناب تحقیق دار، یعنی من که میگم من منظورم من که نیست راجع به کل روسته ها بیان یک نسخه بسیدن. شما حتما تندوان تشکیل بردیم قصد یقه تندوان تردیم. آره؟ من صدا شما الو. خیلی ضعیف دارم آقای شیرزادی، بلندتر به من بیم. من ضعیف الو 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 جان صدام خوبه؟ الان خوب شد جان دارم بهتر شما بلندتر صحبت میکنم. بزرگواری روستای تندوان تبریز رو ببینید چه روستاییه. این هم کشاورزی داره، درست، هم دامداری داره. دامداری در سطح یعنی در شاخه های مختلفش از نظر دامداری داره، در دامپروری گوسفند داره، گاو داره و الی ماشاءالله همه چی. از اون برم اومده توی توریستش کار کرده، البته اونجا خوب جاذبه توریستش زیاد کرده ولی تمام روستاهای ما این وضعیتی ندارن. اینه که مطمئنن همین، یعنی خیلی از روستاهای ما الان میشه گفت مشکلات عدیدهی زیادی هم دارن. ما میخواییم اینا را بالاخره سر و سامون بدیم. یکی از مشکلاتی که با ایسی برطرف بشه اینه به نظر بنده، البته این نظر من نظر سازمان آمار ایرانه، 1402 برس فرزان بکنم 11 بوداشتیم. این خیلی از روستاهای ما به واسطه این مهاجرت جوانانشون به شهرها با مشکل مواجه شدن، یعنی دارن پیر میشن. متاسفانه ما دارن پیر میشن. این جوانایی که اومدن شهر تحصیل کردن، زندگی تشکیل دادن و الاخر دیگه راه خودشون رو به نوعی پیدا کردن و یه مسیری، حالا هر مسیری، ممکنه کارمندی باشه، شغل آزاد باشه و الاخر اینا این مسیر رو پیدا کردن. اگر جامعه، یعنی این کسایی که درسوزن هستن برای مملکت، برای روستاها، بتونن بخشی از این جوان ها رو برگردونن به روستاها، یعنی خود جوان ها برگردن. خب این چجوری برگردن؟ اینا چطور برمیگردن به روستا؟ آیا روستا میتونه اینا را جذب کنه؟ وقتی میتونه جذبشون کنه همونجا با این روستا دارن. من خودم بچه روستا، من الان ما تو روستا الان زندگی داریم خودمون، یعنی از اون یه خانواده بزرگ هیچ که اونجا با این نیست اون روستا.
چرا باید دادن؟ چون اون جذبه کافی رو برای خون نداشت. اومدیم همه همون توشتر ساکر شدیم، هر کسی هم یه شهر نسبته، یعنی یکی تو که موچان، یکی تو که همیدانه، چهار تا کریستستان هم، پنج تا رفتن خارج از کشور، بعد از آخر همیدی پخش شدن. حالا نظر سازمان، همون سازمان آمار ایران اینه که یکی از اینا شد که ما بیاییم هر روستا رو با توجه به اون توانایی که داره براش برنامه بریزیم. نه اینکه من روستاهای یک منطقه، من روستاهای همدان، بعضی از روستاهاش واقعا بهترن، واقعا بهترن. یعنی شما که الان بخواهید بگید و از یه زمانی راه افتاد با هم شدن اسمش رو بریم اون روستاها، این تکیه از بهشته. بری اونجا، خب اینا رو جموناشون همه شون ویل کردن اومدن شهر. متاسفم استثناء یکونه جوان، یعنی من اکثری از همکاره که داشت مقدمی بچه همون روستاها بودم. چرا ویل کردن؟ آب و هوای خوب داره، زندگی خوب داره، امکانات هم براشون رفته ها، یعنی اینجوری میتونه داره، اون روستایی چی نداره، امکانات داره، گاز داره، آب داره، برق داره، این چیزه لازم و ضروری دارن، حتی تلفن هم دارن. اما چرا اونجا را بیل کردن من که دیگه نمیدونم، یعنی نظر این آدم نمیتونم نظر کارشناس بدم بگم علتش چیه. هزار رو یه دلیل میتونی داشته باشیم. این روستاها ها گردشگریش همونجوری که خانم روزنی هم اشاره فرمودن، گردشگری در خیلی از روستاهای ما جواب میده. منطور مراسل این هم باید سیفت براش فراهم بشه. بله. یعنی این که یه مستایی که اومدن یه رسی خودیون ندارن آنجا از حالت فکری خارج بشه. وقتی که از حالت فکری خارج بشه دیگه اون برای یه مدت میتونه جواب کو باشه، بعد از اون دیگه اون گردشگره اونجا میتونم برن وقتی فکری خارج بشه. خیلی همون نارسمن دیگه سازماندهی بسیار قدیه، کار راحتی نیست. من اینکه اینجا هیچ تخصصی ندارم. درود بر شما. نه اتفاق عالی بود، یه جهتی هم برای گفتگوی ما دادین و در رابطه با همین هم انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما های شیرزادی عزیز. سلامت بشین. خدا نگهدار باشین. یا علی مرد. خدا نگهدار. اشاره های شیرزادی به جا بود و خیلی هم خوبه. به این نکته هم بپردازیم. این که واقعاً حالا چه اتفاقی میفته. میدونیم دیگه هممون برای پیکنیک هم که شده رفتیم به یکی از روستاهای شهرمون و استانمون، رفتیم سر زدیم، دیدیم که فقط اون پدر بزرگا و مادر بزرگا اونجا دارن سکونت میکنن و زندگی میکنن و عمرات میگذرونن. انقدر توجه ویژه‌ای نشد به روستاها، جوونه ول میکنه میره شهر به امید اینکه یه کاری کاسبی چیزی داشته باشه. نمیدونم میرن دوربر یه عالمه کاری که براشون سود داشته باشه، میبینن نه نداره. وقتی که میان به اون زمین ها و اون پتانسیل ها و اون صنایع دستی و اینها نگاه میکنن و افسوس میخورن که چرا نتونستن کاری بکنن در اون روستا. و الان یه ذره جوان ایرانی، یه مقدار افراد به این نتیجه دارن میرسن که نه بابا میشه تو روستا کار کرد، روش داره، نکته داره، قاعده داره. و این قاعده داشتنش و این نکته داشتنش مسئله جذاب و مسئله بزرگ و حائز اهمیت برند شدن دیگه. چرا بعضی از بومگردی‌ها توی کشور ما انقدر معروف میشن؟ می‌بینیم پیج‌های مختلف دارن، سایت‌های مختلفی دارن و شما بخواید یه تختی یا اتاق چیزی رو رزرو بکنین، مدت‌ها باید در صف انتظارش باشین و اینها. خب اونام دارن تو روستا زندگی می‌کنن، اصلا روستا دارن کار می‌کنن دیگه. چه تفاوتی ایجاد میشه؟ بحث سر همین برند بودن. و انشالله در رابطه با این موضوع حسابی گفتگو خواهیم کرد. ترجیح هم اینه که رفت و برگشت داشته باشیم. عزیزان دلم یا آیتمی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. این بخش مصاحبه ما رو تماشا بکنین، جدیش بگیرین و برمیگردیم انشالله در استودیو با شما همراه خواهیم شد. بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر.
خب ببینید، با توجه به چهار فصل بودن کشور ما، هر منطقه ای از ایران آب و هوای خاص خودش رو داره و زمین های کشاورزی متعددی اونجا وجود داره که میشه محصولات مختلف رو درش کشت کرد و همه این محصولات ظرفیت صادرات بالایی داره و با توجه به اینکه افراد زیادی توی روستاهای کشور ساکن هستن، میتونیم تو بحث اشتغال زایی هم از جوانهایی که توی مناطق مختلف زندگی میکنن استفاده کنیم. در این صورت هم میشه بحث تولید رو به نوعی گسترشش داد و وارد بازارهای صادراتی شد، همین که اشتغال زایی برای جوانهای مملکتمون داشته باشه. خب ببینید، علارغم اینکه روستاییان از قشر زحمتکش جامعه ما هستن، به علت اینکه شاید با ساختار تجارت نوین آشنایی ندارن، نمیتونن اقتصاد خودشون رو رشد بدن. پس بهترین راه چیه؟ اونم اینه که ساختار فروش محصولات خودشون رو وارد عرصه دیجیتال مارکتینگ کنن. بازاریابی نوین کمک میکنه که اقتصاد اون روستاییان رشد کنه. درسته روستایی ها تقریبا یک چهارم جمعیت کشور ما رو تشکیل میدن، ولی اونها هم مثل افراد شهرنشین تو وهله اول به مهارت های فردی و شخصی نیاز دارن. یعنی نیازمند این هستن که یه سری مهارت های توی زندگی شخصی خودشون یاد بگیرن، خودشون رو رشد بدن تا تو همه ابعاد بتونن در واقع پیشرفت کنن، مخصوصا بعد اقتصادی. نکته دوم، آموزش و مهارت آموزی هدفمنده. یعنی چی؟ یعنی روستایی ما با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که داره باید بیاد آموزش ببینه، از آخرین متدهایی که روز دنیا تو زمینه کشاورزی، تو زمینه دامپروری خبردار بشه تا بتونه با راندمان بالاتری، با بهره‌وری بالاتری محصولات کشاورزی خودش رو تولید کنه یا وارد مقوله دامپروری بشه. به نظر من مردم و دولت اول باید به این باور برسن که توسعه اقتصاد و تحقق جهش تولید در راستای شناسایی و بالا بردن ظرفیت‌های روستایی محقق میشه و این امر مستلزم این استش که ما ظرفیت‌های روستایی مثل ظرفیت‌های زیرساختی، اقتصادی، فرهنگی و نیروهای انسانیش رو شناسایی کنیم و بر اساس این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا بتونیم بهترین بهره برداری رو از این ظرفیت‌ها داشته باشیم. خب ببینید، به نظر من افراد سرمایه‌دار همیشه دنبال سود هستن و اگر به نوعی این افراد درک کنن این موضوع رو که چه سرمایه های عظیمی در حوزه های کشاورزی یا حتی حوزه های دامداری یا حتی صنایع دستی در روستاها وجود داره، خیلی راحت تر میتونن سرمایه های خودشون رو به سمت روستاها بیارن. فقط به نظر من این افراد باید توجیه بشن که پول در کسب و کار، در تجارت و در خرید و فروش محصولاتی نظیر کشاورزی هستش که همه اینها به نوعی در روستاها تولید میشن و اگر اینا توجیه بشن قطعا خیلی راحت تر سرمایه خودشون رو سمت روستاها. فکر میکنم یکی از مهمترین مزیت‌هایی که داشته باشه حذف واسطه‌گرها یا به اصطلاح دلال‌ها هستش. اینکه تاجرها میتونن مستقیماً با خود کشاورزها ارتباط بگیرن و این باعث میشه که هم کشاورزها به جای اینکه مجبور بشن محصولاتشون رو با یه قیمت ارزونتری به دلال‌ها بدن و اونها با قیمت‌های گزافتری بخوان به تاجرها بفروشن، سود بیشتری ببرن و هم اینکه خود تاجرها مستقیم با خود تولید کننده میتونن ارتباط داشته باشن. خب شب شما بخیر باشه عزیزان دلم، خیلی متشکرم از اینکه ما رو تماشا میکنین. ساعت رو دقیق به شما بگم، 21:25 هست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم و امید داریم به اینکه یه برنامه خوب رو تا اینجا دیده باشین. ما بقیش هم همچنین امیدواریم که این گفتگوها ثمر بخش بشه و تاثیرگذار بشه و عزیزی که داره ما رو تماشا میکنه، برمیگردم به اون صحبت قبلیم قبل از این آیتم، اگر روزیش باشه، اگر روزیمون باشه یه تأثیری بذاریم در زندگیش و به این نتیجه برسه که در شهر و دیار و روستای خودش کار بکنه، فعالیت بکنه، به ثمر برسونه اون اتفاقها و اون دستاوردهایی که در روستاشون وجود داره. خانم رضایی، من الان یادم افتاد
چند ماه پیش یه خانومی رو میشناسم، خانوم رزدان، فکر میکنم الان دارم برنامه ما رو میبینم. ایشون یکی از تاجرهای آرادی است. بله. اومدن در منطقه خودشون کار کردن. ایشون اهل نکاح بود. بله. ما اومدن نکاح فکر کنم مال شمال کشور. بله. آره. یه حد فاصله مثلا ساری تا نکاح و اینا، یه زمینی داشتن، اومدن اونجا کار کردن. گفتش که من دارم خانوم های سرپرست خانوار رو جمع میکنم، ما اینجا چی کار میکنیم؟ میایم سبزی میکنیم، سبزی ها رو برمیداریم خشک میکنیم. خیلی. سبزی خشک اینا اومدن تجارت کردن و با این روی کرد و با همین فعالیتش میگفت من دیگه کشور رو کار ندارم، من الان صادرات میخوام. یعنی با آراد در فضای صادرات اومد همکاری کرد و فعالیت کرد و فکر میکنم تا الان صادرات داشته باشن. یادم اون زمانی هم که منطقه انتخاب کرد به روسیه و اینها بود و خیلی اتفاق جذابی. فکرشو بکنید یه بانوی خانه‌دار یه لحظه به این نتیجه میرسه که من بیام کار بکنم، ایده‌ای رو جمع میکنه، کار میکنه، کارو میگیره و حالا دیگه به صادرات فکر میکنه. اینه، یعنی فضا در کشور ما مخصوصا در روستاهای ما به شدت زیاده. فقط دنبال این هستیم که ایده بدیم، شما بدونید چه کنید و فعالیت رو انشالله انجام بدیم. حالا میونه کلامتون آقای تحویل دار، کاری که تو فضای روستایی انجام میشه شاید به جرات بتونم بگم تو فضای شهری اصلا نمیتونیم اون تجربه کنیم. بله. مثلا مثالی که شما فرمودید، سبزی خشکی که توی روستا تولید میشه، حالا دوستانی که آشپزی میکنن و یکم حساسیت دارن نسبت به حالا بوی سبزی خشک و تازه بودنش و اینها، من خودم حالا مادر من خیلی حساس هستن، حتما باید از زنجان و اینها باشه یا خودمون حتما باید درست بکنیم، اصلا از بیرون تهیه نمیکنن به هیچ عنوان. و خب اون بحث حالا بوی خاص، اون تراوت، اون تازگی سبزی خشکی که توی فضای روستا هست اصلا جای دیگه شما نمیتونید پیدا کنید. قطعا خیلی فرصت های مشابه دیگه هم وجود داره، فقط نیاز هست که افراد یک کوچولو نگاه بکنن فضای در واقع بالقوه روستای خودشون رو بسنجن تا اون راه مورد نظر پیدا بکنن. حالا با توجه به این صحبت هایی که رد و بدل شد و این مستاقی هم که داشتم، حالا فقط مثلا همین سرکار خانم رزدان نباشه، خیلی از بانوان دیگه ای هستن. بله. که من حتی میتونم نام ببرم، اسم ببرم و خیلی از اسامی عزیزان رو بگم و با توجه به اینکه زیغ وقت داریم و خیلی از موضوعات مونده نمیشه به همه اسامی رسید، وگرنه خیلی از بانوان عزیز دارن کار میکنن، با آرادم دارن فعالیت میکنن که خدا حفظشون بکنه. فقط آقایون به این فکر نکنید که کار روستایی برای خانم هست، نه، شما باید یه ذره حرکت انجام بدین دیگه، کار بکنید. چه مهارت ها و توانمندی هایی رو روستایی ها برای رشد اقتصادیشون در خودشون باید تقویت بکنن؟ یکیش که همون مهارت های ارتباطی هست. آره. که خدمتون گفتم در ارتباط با حالا توریست ها هست و اینکه مهارت های اجتماعی به شدت میتونه بهشون کمک بکنه، بتونن به صورت تیم ورک فعالیت داشته باشن، مهارت مذاکره داشته باشن، بتونن حالا اون بحث حالا متقاعد سازی اصطلاحا تهییج کردن طرف مقابل رو در واقع داشته باشن، مسلط باشن به اینکه بتونن از اون حالا دانش فنی و تکنولوژیک. بله. بتونن استفاده بکنن و اینکه حالا مهارت‌های کسب و کار مثل مهارت حالا مدیریت، مهارت‌های مدیریت عملیاتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، اینها رو بتونن کسب بکنن و تجمیع همه این مواد رو اگر داشته باشن، این مهارت‌ها رو خیلی راحت میتونن کار خودشون رو پیش ببرن. و خب با توجه به اینکه میخوان فضای تجاری و کسب و کار برای خودشون ایجاد بکنن، به شدت باید در مذاکره خودشون رو قوی بکنن، در تعاملاتشون خودشون رو قوی بکنن و همونجور که ما خودمون توی بحث حالا فضای صادراتی و داخلی به داشتن سیگنال تاکید میکنیم، دوستان روستایی ما هم از این قاعده مستثنا نیستن، باید به دنبال راههایی باشن که دسترسی پیدا بکنن به بازارهای جدید، از فناوری ارتباطات و اطلاعات استفاده بکنن تا حد امکان که بتونن به اون بازارهای جدید دسترسی پیدا بکنن، محصولات تولید شده خودشون رو در معرض نمایش قرار بدن، به فروش برسونن و بتونن در واقع اون رونق کسب و کار رو برای خودشون ایجاد بکنن. خیلی هم عالی. این رو در جریان باشین عزیزان بیننده، خیلی هم جای کار داره تولید محتوا در روستا.
یعنی تولید محتوایی که در روستا میتونیم انجام بدیم توی مثلا شهر و اینا عمرن بشه این کار انجام داد. و نکته دیگه ای هم که ربط پیدا میکنه به مسئله تجارت اینه که ما دو تا فعالیت داریم، یک حضور یک مجازی. درست. و عزیزانی هم که دنبال کننده شما هستن شما رو میان پیدا میکنن در مجازی بیشترن دیگه. درست. طبیعتاً تا حضوری، حضوری دیگه محدود به همون منطقه میشه و افرادی که حالا میان به بزرگتراشون سر بزنن حالا یه گشت و گذاری داشته باشن. ولی در فضای مجازی ببینید چه میتونیم بکنیم. فرصت به شدت در روستاها زیاده، قول استاد تالیو پول هست. دقیقاً. یعنی پولا رو پیدا بکنیم دیگه. در روستا الان با توجه به اینکه هممون از زندگی شهرنشینی خسته شدیم، دقیقاً. هم حال خوبی به آدم میده، هم میتونیم که در واقع رشد بدیم کسب و کارمون. جناب تحویل دارت میونه کلامتون توی بحث جذب مشتری یه بحثی رو ما مطرح میکنیم به عنوان ویژوال ایمپرشن، یعنی برداشت و تأثیری که اون مستندات ظاهری شما در واقع به اون شخص مورد نظر القا میکنه. مثلا فرض کنید شما یه ویدیویی میگیرید توی شهر با یک تیم حرفه‌ای با تمام امکانات و تجهیزات، ولی آنچنان اقبالی رو در واقع دریافت نمیکنه. ولی همین موردی که شما فرمودید یه جای خیلی ساده منتها بکر روستایی که ازش یه ویدیو ساده گرفته بشه به شدت میتونه در واقع تهیج کننده باشه، اون بحث ویژوال ایمپرشن رو خیلی خوب و عالی میتونه ایجاد بکنه تو نگاه مشتری و خیلی از افراد رو میتونه سوق بده به سمت اینکه برن اصلا ببینن اون فضا چیه، اون محصولی که داره تولید میشه چیه، اون خدماتی که داره ارائه میشه چیه، و خیلی خوب میتونن از این طریق در واقع کسب درآمد برای خودشون داشته باشن. چون چیزای نوستالژیک و اصطلاحاً بکر معمولا تو نگاه مشتری خیلی تاثیر بیشتری داره تا حالا در واقع محصولاتی که خیلی حرفه‌ای و به قول معروف با امکانات و تجهیزات کامل گرفته شده. قطعاً همینطوره. یه سریالی الان داره پخش میشه دیگه، شبکه 1، همین برمیگرده به همین اقتصاد روستایی دیگه. بله. یه سریالی به نام نونخه، حالا قبلش مثلا پایتخت. ببینید مردم بیننده های عامی که در نظر میگیرن با اینا بیشتر بیشتر خاطره بازی میکنن، بیشتر تعامل میکنن. درسته. تا سریال های معمولی که دارن تلویزیون ما پخش میکنه یا شبکه های خانگی ما داره پخش میکنه. چرا؟ چون که اونا دارن به ظرفیت های روستایی هم الان میپردازن. یه بخشایشو داشتم تماشا میکردم در شبکه اجتماعی دیدم، مثلا اومدن دارن صنایع دستی میفروشن. دوست. یعنی چی؟ یعنی داره به مردم جامعه میگه مردم ببینین ما اومدیم کسب و کارمون رو رونق دادیم، ما اومدیم مثلا سفر کردیم به یه شهر دیگه، بله، میخواییم صنایع دستیمون رو بفروشیم. و این فوق‌العاده است برای همه عزیزان در کشور. اینو در جریان باشید و این نکته ها الکی نیست. یعنی یه برنامه ساز، یه سریال ساز بی هدف کاری رو انجام میده، قطعا با هدف، با قطعا با فکر، با ایده است. و همه اینها موجب این میشه که ما به این درک برسیم که اقتصاد روستایی خیلی میتونه رشد داشته باشه، خیلی میتونه به ترکون باشه. با خود بریم یه گفتگو داشته باشیم با عزیز دلمون، یکی از تاجرای دوست داشتنی و نازنین و بزرگوار که از پاکدشت با جناب آقای جعفری عزیز همراه خواهیم شد. جناب آقای جعفری سلام، شب شما بخیر، ارادتمندیم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ حال شما چطور؟ خوبین، سلامت انشالله. سلامت باشین، زنده باشین، بزرگوارین، مخلصیم. آقا آقای جعفری عزیز چند وقت با آراد همراه این قربان؟ من تقریبا از پارسال برج 6 بله با آراد هستم تا الان. خیلی عمالی، خدا حفظت هم بکنه، خدا انشالله عزت بهت بده، تا الان عزت بهت داده بیشتر بشه، این عزتت برکت داشته باشه کارت. این آرزو قلبی برای شما، برای همه تاجرهای عزیزمونه. و هر شب من با هر عزیزی که گفتگو میکنم از این حال خوب و این آرزوهای خوب میکنم که میدونم اتفاق میفته. خب جناب آقای جعفری چند ساله تو کار جورابی، چون تاجر جوراب تو این کار بودی یا نه بعدش که با آراد همراه شدی؟ نه، من کار اصلیم مغازه لوازم خانگی و فرش دارم. آها. و بحث جوراب رو با آراد شروع کردم. بازار خوبی هم داره و اینکه تو الان داری تایید میکنی، یعنی هیچ دیگه بازار رو گرفتی دست تو دیگه، هیچی، آقا برندم شدی. آره انشالله. واقعا من از برج 6 پارسال با آراد آشنا شدم، خیلی مسیر زندگیم تغییر کرد.
خیلی پیشرفت داشتم و فکر نمی کردم همچین جایی همچین شرکتی باشه با این پتانسیل که بتونه تاجر پرورش بده در بحث صادرات. دقیقا همینطوره. انشالله که بهترین ها برای همه عزیزان تاجرمون رقم بخوره. من یه سوالی که میخوام از شما بپرسم، شما قربان اصالتاً بچه روستایی یا نه بچه شهر؟ ما تقریبا اینجایی که هستیم شریف آباد، روستای زیادی داره اطرافمون. شریف آباد دقیقا برای کجا میشه؟ تقریبا پاکدشت میشه، همون جایی که مهد گلوگیا. آره آره. پاکدشت معروفه دیگه. پاکدشت شو علم، ولی این شریف آباد اینا رو که میفهمی بلد نیست. اونجا اون منطقه شما خب چه کارایی میشه؟ الان برنامه ما رو دیدیم، بالاخره هر کسی که داره این برنامه رو میبینه، هر کسی که داره تعامل برقرار میکنه، یه ایده‌ای تو ذهنش میاد از روستا. مثلا میگه اه فلانی مثلا فامیلمون یه باقی داره، از اون باقش میشه استفاده کرد، اون یکی صنایع دستی داره، میشه از صنایع دستیش استفاده کرد. تو این اوضاع احوالی که ما گذروندیم، تو این یک ساعت برنامه‌ای که تقریبا تقدیم بیننده‌های عزیزمون شده، شما ایده ای به ذهنت رسید که در روستاها فعالیت بکنی؟ بعد من یه ایده ای که به ذهنم رسید اینه که اینجا محصولات کشاورزی، محصولات گل خیلی زیاده. مثلا گلخونه‌های زیادی هست تو همین اطراف شهر ما، تو این روستاها، که تولید خیار درختی میکنن، تولید فلفل دلمه میکنن. من به این ذهنم رسید که این تاجرها میتونن از این فرصت‌ها استفاده کنن برای صادرات این محصولات. خیلی عالی هستین. و اینکه حالا روستایی‌ها چه مهارت‌ها و چه توانمندی‌هایی رو برای رشد اقتصاد خودشون باید داشته باشن، اینم یه اشاره به ما داشته باشین، چون من با خانم رضایی هم در رابطه با این سوال صحبت کردم. شما نظرتون و ایدتون و ما بگیم. بله، من عقیدم اینه که باید آموزش ببینن مهارتشون رو زیاد کنن، مخصوصا تو بحث اینترنت باید خیلی آموزش ببینن، بلکه فعال بشن، چون در فضای حقیقی زیاد مخاطب نداره، ولی فضای اینترنت مخاطبات زیادی میتونن پیدا کنن. اگر بتونن این مهارتشون رو افزایش بدن که فضای اینترنت بیشتر تبلیغ داشته باشن، مخاطب داشته باشن، به نظر من خیلی مفیده برای روستایی ها. قطعا همینطوره. یه ایده به من دادی برای اینکه یه ذره بیشتر در رابطه با این اینترنت و اینا صحبت کنم. خیلی متشکرم ازت. اگر نکته صحبتی چیزی هست من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم بزرگوارین، ما از برنامه خوبتون لذت میبریم و همیشه دنبال میکنیم این برنامه را. ارادتمند شما قربان. لطف شماست. زنده باش. سلامت باشید. شب شما بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار. خدا نگهدار. یه نکته خوبی هم که اشاره کردن جناب آقای جعفری عزیز، مسلط بودن به بحث اینترنت. آفرین. توی روستاها حالا تا سالهای گذشته که تماشا می‌کردیم، خیلی از اون روستایی‌ها موافق و دوست داره اینترنت که بیاد در روستاشون نبودن. یعنی متاسفانه. متاسفانه واقعا، یعنی یه چیز سم میدونستن، بد میدونستن، مضر میدونستن، ولی نمیدونستن که این اینترنت انقدر میتونه براشون کسب و کار سکه بکنه که نه تنها در کشور بلکه خارج کشور هم میتونن ببیننش. الان داره این درکه متاسفانه. یه سری از حالا افرادی که محسن هستن یکم موزه دارن نسبت به استفاده از اینترنت، از موزهشون هم پیاده نمیشه. آره، چون میترسن که نکنه حالا اتفاقی که تو شهر برای افراد افتاده و قالب تایم زندگیشون توسط اینترنت اشغال شده، تو روستا همین اتفاق براشون میفته. ولی خب میتونن تو روستا صرفا برای کسب و کار خودشون از اینترنت استفاده کنن. قرار نیست مثل فضای شهری صبح تا شب حالا با گوشیاشون باشن و اینها. خیلی راحت میتونن از این فرصت استفاده کنن و نیازی هم نیست انقدر موضع سفت و سخت داشته باشن. حالا یه مسئله‌ای هم که وجود داره، نکته‌ای هم که وجود داره اینه که خیلی از عزیزانی که خدمتتون بگم در شمال کشور دارن زندگی میکنن، با مشتری حضوری خیلی مانوس شدن، خیلی اونس گرفتن. بله. چرا؟ چون که دو روز تعطیلی تو کشور میشه، تهران خالی میشه، همه شماله. بله. اونا خیلی تعامل پیدا کردن و ارتباط برقرار کردن با مشتری حضوری و خیلی هاشون به دنبال گرفتن مشتری های زیادتری هستن از طریق اینترنت که خب
این روش و این راهکارهایی که ما داریم در این برنامه میدیم به شدت برای شما مفیده. خب نباید فراموش بکنن جناب تحویل دار که تجمیع فضای حضوری و مجازی میتونه در واقع کسب و کار شما رو رشد بده. اینکه شما فقط محدود باشید به فضای حضوری یا فقط مجازی خیلی از فرصت‌های شما رو از دست میده، برای شما و لوس میکنه اصطلاحا. اگر تجمیعشو بتونن دوستان در کنار هم داشته باشن قاعدتا خروجی بهتری خواهند داشت. درود بر شما، زنده باشید. برسیم به بحث سرمایه‌دارا. من ابتدای برنامه یه اشاره کردم، گفتم خب خیلی از سرمایه‌دارا میرن در مناطق بکر سرمایه میذارن، رستوران راه میندازن، خیلی از هتل‌ها رو راه میندازن که بحث گردشگری و توریست و اینا داشته باشن. اما بعضی از سرمایه‌دارا هستن نمیدونن با سرمایه‌شون چی کار بکنن. حالا این نباشه که مثلا سرمایه‌دار ما تو کشورمون داشته باشه که ندونه با سرمایه چی کار بکنه، نه اصلا اینجوری نیست. بعضی ها واقعا در رابطه با کسب و کارهای روستایی بی سوادن. این که میگیم بی سواد نه اینکه توهین باشه به شخصی، نه نمیدونه و آگاهی نداره و این فقط شخص در زندگیش، جامعهش، شهر دیده، آدمهای شهری دیده و اینها نهایت برای تفریح به روستا رفته. بله. چه کنیم که جذب سرمایه گذار داشته باشیم در روستاها و بیان در این بخش ها کار بکنن، فعالیت. یه جمله قشنگ استاد تالیا دارن توی یکی از پادکستاشون اشاره کردن، فرد وقتی مجاب میشه به ما پول بده سرمایهش رو ببره یه جایی به قول معروف در واقع پیاده بکنه و اجرایی بکنه، که تو ذهنش ایجاد بشه که خب اگر من این کار رو انجام بدم یه ارزش افزوده قراره آید من بشه. اگر این ذهنیت براش ایجاد بشه بدون هیچ در واقع تردیدی، بدون هیچ شکی وارد اون حوزه میشه. متاسفانه خیلی از افراد سرمایه گذار اصلا از فرصت‌های سرمایه گذاری در روستاها بیخبر هستن. بله. هیچ اطلاعی ندارن. پس این میشه وظیفه، حالا میتونیم بگیم دولت، مسئولین، افرادی که تو روستا زندگی میکنن، که یه حالت آگاهی بخشی به این عزیزان بدن که متوجه بشن چه فرصت‌ها، چه ظرفیت‌های بله. بکری توی روستا وجود داره که میتونن ازش بهره برداری بکنن و استفاده بکنن. نکته بعدی این هستش که معمولا کسی که میخواد یه جا سرمایه گذاری کنه همیشه دنبال این هستش که یه اطمینان خاطر، یه تیب خاطری داشته باشه از اینکه سرمایه‌اش و خدای نکرده لوس نشه. اگر حالا دولت بتونه مثلا فضای کسب و کار رو توی روستا ارتقا بده، تا حدی بتونه از نظر حقوقی به اون سرمایه گذار اطمینان خاطر و تیب خاطر بده که سرمایه تو لوس نخواهد شد و یک ارزش افزوده هم در واقع بهش اختصاص پیدا خواهد کرد، اون سرمایه گذار با آرامش بیشتری در واقع قدم برمیداره و وارد این حوزه میشه. و نکته بعدی خب که مهمترینش هست، بحث تزریق مالی هست. دوستان باید حتما با تسهیلات مالی، مالیاتی، معافیت از یه سری از مالیات‌ها در واقع مواجه بشن که راغب بشن برای اینکه سرمایه خودشون رو تزریق بکنن به در واقع سکترها و بخش‌های روستایی. به نظر من اگر این سه مورد محقق بشه، اجرایی بشه، خیلی از مشکلاتی که سرمایه گذاران دارن، دغدغه‌ای که دارن برطرف میشه، سوق پیدا میکنن به سمت روستا و سرمایه گذاری در فضای روستا. دقیقاً همینطوره. و حالا این گذشته از بحث سرمایه‌دارها، افرادی هم که دنبال یه کاری هستن، دنبال این هستن که دیگه کارمند نباشن، رزق و روزی ثابتی نداشته باشن، میخوان خارج بشن از این فضا، میتونن در بحث کارهای روستایی بیان خدمت کنن به کشورشون. یه کلیپی داشتم میدیدم، یکی از این شخصیت‌های عروسکی در رابطه با کارمند گفتم و اینها، این شخصیت عروسکی میگفت رفتم یه جا قرارداد امضا کردم 200 سال نوکر پدرم مجموعه شدم، اون طرفی که داره کارفرماییشو میکنه. واقعا این بحث کارمندی و حقوقهای ثابت و این چیزا همه به این نتیجه رسن. یعنی در بعضی از بخشای رسانه تماشا میکنیم، نه اینکه رسانه آرادو، نه رسانه خودمون تماشا میکنیم، خستن. در جامعه همون نگاه میکنی همه خستن از این اتفاق و هیچ منبع دیگه درآمدی نیست. درست. یه طریق هست، یه در واقع چی بهش میگم، مجرای درآمدی وجود داره و افراد دارن ازش استفاده میکنن. یه جوانی که الان داره ما رو تماشا میکنه، یه بزرگتری که اصلا داره ما رو تماشا میکنه، دوست داره که بچهش، خانوادهش به یک سرانجام برسه کارشون، یه بسم الله بگین
بعضی ها، حالا میدونم خیلی هاتون شاید یه جایی رو دارین در روستا، میریم برای تفریح. این سری که رفتیم برای تفریح با این نگاه وارد نشین، با یک نگاه اقتصادی وارد میشه. میبینید چه دستاوردی برای شما داره. درست. بعضی هم که این زمینه رو ندارن، خب بیان ببینن چه آشناهایی میتونن پیدا بکنن در روستاها، بیان از این ظرفیت ها استفاده بکنن. من تکمیل صحبت شما جناب تحویلداری نکته ای رو هم بگم. ما همیشه وقتی میخوایم بازاریابی و بازارسازی رو از همدیگه تفکیک بکنیم، به دوستان گوشزد میکنیم که فرصت هایی که تو بازارسازی برای شما ایجاد میشه، فرصت های پولی، به مراتب خیلی پرسودتر و به قول معروف سودآورتر از فضای بازاریابی هست. دوستان سرمایه گذاری که میان به سمت روستاها باید اینو تو ذهنشون داشته باشن که کاری که تو روستا قراره انجام بدن یه چیز بکریه، فقط مختص اونهاست، برای اولین بار داره توسط اونها انجام میشه. پس قطعا خروجی مالیش هم یه عدد قابل توجهی برای اینها خواهد بود که خب جای دیگه تو شهر و اینا شاید نتونن تجربهش بکنن. دست زیاده تو شهر اونجا. آره، ولی اینجا یه چیزی که خاص بکره. و بکره و اونها اصطلاحا همشن پیشگام اون حوزه دیگه، برای اولین بار اون کار استارت میزنن و خروجی مالی خوبی هم انشالله خواهند. زنده باش. اینایی که میفرمایی حالا یه عالمه چیزایی میاد تو ذهن من. چند وقت پیش یکی از دوستان تاجر داشتم باش گفتگو میکردم، یه سری از این جنگل‌های مصنوعی رو درست کرده بود. بله. که همه اینا رو هم از تو روستاشون آورده بود، اون درختایی که کار کرده بود. بله. اون درختای مینیاتوری و اینا که پرورش داده بود، قشنگ شما بو میکردی اون فضا رو، بوی جنگل رو میداد. خیلی از این کارا زیاده الان که داریم میگی. بله. یادم میفته ای فلانی بود همچی چیزی رو به من گفت، اون یکی همچین نمونه کاری به من نشون داد. خدا حفظ کنه همه عزیزانی که قبل از همه این موارد ها، قبل از همه این موضوعات رفتن دست گذاشتن کار کردن توی روستاشون و الان به یه درآمد خیلی خوب رسیدن. برای سوال پایانی بپرسم که خب نقش ماه آراد در کسب و کارهای روستایی چیه؟ یعنی تاجرای آرادی در رونق اقتصاد روستاها چی کار باید بکنن؟ ببینید جناب تحویل دار، وقتی ما میگیم تاجر آرادی، تک تک تاجران آرادی از یک موهبتی برخوردار هستن که گاهن خودشون هم اصلا متوجهش نیستن، شاید انقدر براشون عادی میشه، خیلی براشون عادی در واقع قلم داد میشه. وقتی ما میگیم تاجر آرادی یعنی کسی که به همه ایران دسترسی داره، ارتباطات داره. مثلا شما به عنوان مجری در آراد با انتاب تاجر آرادی تعامل داشتید، با مدیران ارشد به قول معروف صحبت داشتید، یعنی از ظرفیت‌های مختلف، از پتانسیل‌های مختلف بهره‌مند شدید، به جاهای مختلف در واقع میتونید لینک بشید. این آپشن و این امتیاز برای تاجران آرادی خیلی موهبت بزرگی هست و حتی با توجه به پتانسیل‌ها که ما خودمون الان براشون ایجاد کردیم، همین بحث حالا میتینگ های صادراتی، حتی تو طولانی مدت و دراز مدت میتونن بازارهای صادراتی رو هم در اختیار داشته باشن این عزیزان. یعنی یک تاجر آرادی نه تنها تو خود ایران به همه جا میتونه لینک بشه، بلکه تو خود توی جهان هم تو دراز مدت میتونه به جاهای مختلف در واقع دسترسی پیدا کنه. کسی که این همه ارتباطات داره، این همه دسترسی داره، خیلی مؤثر و هدفمند و سودمند میتونه از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که تو روسا وجود داره استفاده بکنه. چه کار میتونه بکنه؟ خب کسی که تاجر آرادی هست، کسب و کار رو بلده، ارتباط گرفتن رو بلده، خیلی چند پله جلوتر از کسی که تو روستا در واقع سکونت داره، داره زندگی میکنه، خیلی داره هر روز آموزش میبینه، هر روز داره آپدیت میشه، خیلی از روش‌های مذاکره، متقاعد کردن، مجاب کردن طرف مقابل رو بلده و به واسطه در واقع تجربه‌های زیادی که به دست آورده، خیلی راحت میتونه اون فکر اقتصادی، ایده اقتصادیشو داشته باشه. مثلا هر کدوم از تاجران آرادی خب بالاخره به روستایی دسترسی دارن و آشناهایی دارن، افرادی رو باهاش در واقع تعامل دارن، خیلی راحت میتونن در واقع هم از اون روستا هم از روستاهای دیگه در واقع استفاده بکنن، ظرفیتاشو بررسی بکنن و در جهت در واقع کمک به اون روستایی قدمی بردارن. و نکته بعدی هم این هستش که خیلی از روستایی ها ناآگاه هن، اصلا در جریان نیستن که باید چی کار بکنن، کسی بهشون توضیح نداده، کسی بهشون آموزش نداده. تاجران آرادی میتونن این کار رو خیلی راحت انجام بدن با توجه به اون آموزش ها و تجربیاتی که در واقع دریافت کردن و از ظرفیت هایی که دارن کمک بگیرن و اون ظرفیت بالقوه در واقع روستا رو تبدیل به بالفعل بکنن. درود بر شما.
زنده باشیم. فارغ از همه این گفتگوها، فارغ از همه این صحبتها، دوست داریم این دقایق یه سلامی عرض بکنیم به امام رؤوف، امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام. شاعری در قطار قم مشهد چای می نوشید و زیر لب می گفت شک ندارم زندگی یعنی طعم سوهان و زعفران. حتی سکوت در حرم تو عبادت است، اینجا نفس به یاد تو تکبیر اینجا اگر کبوتر دل لاید از بهشت، اطراف گندم تو زمین گیر می شود، بیداریش به عرش خدا با ملائک است، خوابی که در حریم تو تعبیر می شود، رفت در آستان تو تفسیر می شود، زمانت تو شیر می شود، پیش از اجل به خانه چشمم قدم گذار، تعجیل کن فدات شوم دیر می شود. آهو به یک زمانت تو شیر می شود، پیش از نجل به خانه چشمم قدم گذار، تنجیل کن فداد شدم دیر می شود. خب وقت شما به خیر باشه، خیلی متشکرم. چقدر دلتنگ حرم امام رضاییم. انشالله که امام رضا به طلب قسمتمون بشه، روزیمون بشه. آخرین باری که خود من قسمتم شد رفتم حرم رضوی از طرف همین مجموعه آراد بود و الحمدلله بابتش خدا رو شکر. امام رضا اگر به طلب این بار هم دوست داریم که یکی از رفقای آرادی حداقل کنارمون باشه، یا دوست داریم که یک اثری از آراد در اون سفر داشته باشیم. الحمدلله کربلا اگر رفتیم، مشهد اگر رفتیم، به واسطه لطف آراد بوده، نگاه آراد بوده به زندگی افرادی که دارن باش تعامل میکنن، کنارش کار میکنن، چه تاجرش چه کارمندش، الحمدلله. البته همه اینها رو که در کنار هم بگذاریم، نگاه خدا رو نباید فراموش بکنیم و نظر اهل بیتش به این مجموعه رو. الحمدلله شکر خدا بابت این موضوع. ما یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم و این آخرین تماس تلفنی ما خواهد بود با یه عزیز بزرگواری که ایشون از پایتخت کشورمون هستن و گفتگو میکنن با جناب آقای نجفی‌نیای عزیز. ایشون تاجر سیم و کابل هستن و محصولات الکترونیکی. جناب آقای نجفی‌نیای عزیز سلام، شب شما بخیر. روش قربان. سلام جناب تحویل دار.
حال شب شما هم بخیر. سلام از جناب خدمت خانم رضایی و بیرون محترم. ارادتمندی و خوبی سلامتی ان شاء الله. خدا قوت عزیزی سلامت باشی. عزیز سلامت باشی. آقای نجفی شما چند وقت با آراد همراهی قربان؟ والله من از مهمای پارسال وارد آراد شدم. خیلی همالی. خدا قوت به شما، خسته نباشین. سلامت باشی. انشاءالله که بهترین ها برای شما رقم بخوره. خیلی متشکرم. زنده باشی. من یه سوال از خدمت شریفتون بپرسم، اونم اینه که نقش تاجر آرادی رو ما الان بررسی کردیم، این که میگم الان دقایق پیش با سرکار خانم رضایی، و اینکه تاجرای آرادی در رونق اقتصاد روستا چقدر میتونن توامن باشن و چه میکنن در این امر اقتصادی. ما در خدمت شما. خب الان ما تو میتینگ ها شاهد هستیم که خیلی از تاجرای آرادی محصولات کشاورزی برای نماینده های رای میدن. بله. و ارزم به خدمتتون که همکاری میکنن با کشاورز و دامدار محصولاتشون رو برای روش عرضه میکنن. من خودم هم حالا با یکی از دوستان روستایی حالا کار میکنم باشون یه جورایی، حالا همکارتون حالا محصولات ایشون حالا در کنار این سیموکاب حالا کار ایشون حالا به فروشن میرسونم. چی هست آقا محصول با ما بگین؟ صادرات میشه تویوره که اردوی هستن ایشون. من هم یه جورایی باهاشون یه جوری اسپانسرشون هستم، یکی از دوستان هستن توی اردوی که کار تویور هستن تو همون استان حالا اردوی شهرستان خلخال کار میکنن. بله خیلی هم خوبه. عالیه. دم شما گرم. یعنی ما الان قشنگ میتونیم به جرات بگیم که از افرادی استفاده کردیم در این تماس تلفنی که خودشون یا ربطی به این شغل یا ربطی به این کار و این فعالیت داشتن. خدا رو شکر بابت این اتفاق. و اینکه شما خب سودش هم دیدین، نتیجهش هم دیدین. برای هم حوزه‌ای های خودتون بگین قربان، ببینین که تهش به چی ربط پیدا میکنه، تهش عاقبتش چیه. پول که هست طبیعتاً، اما گذشته از پول اون مجموعه افرادی که میان کار میکنن، اون افرادی که بالاخره در دیار خودشون صاحب پول میشن، صاحب یه سری مالها میشن، درآمدهایی رو کسب میکنن، اینها رو با ما بگید. خب اول باید در ابتدا یه سری آموزش ها ببینن کسایی که حالا میخوان در روستاها مشغول به کار بشن. آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای هست که حالا میتونن اونجا مدارک رو تهیه کنن، گواهی نامه که حالا آموزشگاه فنی حرفه‌ای میدن و توسط اون گواهی میتونن از خدمات دولتی استفاده کنن واسه حالا برای اون کارآفرینی که میخوان داخل اون روستا انجام بدن. بله. من حالا به جز بحث کارآفرینی حالا و بحث استارتاپ‌هایی که حالا برای تبلیغات و بله. پیانستان ها هستش، یه بحث دیگه هم از بحث حمل و نقلی که تو روستای ها الان واقعا ضعیفه. بله. من خودم حالا یه چند قبل از این دیگه سفارشی بشم از یکی از روستایی کرکلی بوی احمد یه صنایع دستی بود که سفارش دادم برام ارسال کنیم. بنده خدا چون توی روستاشون اداره پست نبود، باید می اومدن که توی یه شهر دیگه ای اونجا اداره پست ها محصول برای من ارسال می شد به تهران. بله. این حساب حالا یه خود بحث خدمات حالا حمل و نقل و اینا ضعیف هستی، ولی انشالله بهبود شده، ولی کارهای خوبی شده در این چند سال اخیر برای روستاها. قبول دارم. خیلی متشکرم از شما آقای نجفی، خیلی ارادت دارید. زنده باشین. خدا وقت بشین بزرگوارین. یا علی مدد. خدا نگهدار. سلامتیشون یا علی. زنده باشین. خدا نگهدار. خیلی متشکرم. خب خانم رضایی به انتهای این گفتگو یواش یواش داریم نزدیک میشیم. جمع‌بندی بفرمایید و برای حسن ختام میشه دیگه در خدمت. من برای حسن ختام این جلسه میخوام که آرزو بکنم برای تک تک تاجران عزیزمون که از فرصت هایی که آراد براشون فراهم آورده نهایت استفاده رو بکنن،
تا بتونن به حد غایت اون بحث وسعت رزق و درآمدزایی رو برای خودشون و خانواده خودشون تجربه بکنن. و هر کدوم از تجار آرادی که به روستایی دسترسی دارن و مواردی رو که ما بهش اشاره کردیم رو میتونن از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل بکنن، نهایت تلاششون رو توی این حوزه هم داشته باشن، مطمئن باشن کاری که دارن انجام میدن بکر هست، خاص خودشون هست و قطعا در واقع خروجی مالی که براشون خواهد داشت قابل مقایسه با حالا کارهای دیگه نخواهد بود. برای همه دوستان آرزوی سلامتی میکنم، انشالله که بتونن به در واقع بهترین ها تو زندگی خودشون دست پیدا کنن. انشالله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم رضایی بزرگوار، خیلی متشکرم از شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. لطف بفرمایید هر موقع که این کلیپ یا بهتر بگم این برنامه در سایت قرار گرفت، شما هم نظرتون رو به ما بگید برای بهتر شدن اقتصاد روستایی، شما هم نظر به ما بدین، ایده بدین که رفقای تاجر هم ازش استفاده بکنن. یعنی ما با توجه به محدودیت زمان، با توجه به بضاعت برنامه‌مون، در خدمت 4 تاجر عزیز بودیم در تلفن و یک مهمان حضوری داشتیم که سرکار خانم رضایی به خوبی هم اشاره داشتن به همه موضوعات. پس شما هم برای اینکه نظراتتون، ایده‌هاتون و فکراتون رو بگین مشارکت داشته باشین و در زیر همین فایل و همین برنامه برای ما و همه عزیزان تاجر نظراتتون رو کامنت بفرمایید. خیلی متشکرم از شما. در انتهای برنامه سلام بدیم به حضرت معصومه سلام الله علیها. من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به ظاهر بدهم فکر کند. خانم جان از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد آنکه در وقت گدایی به رقم فکر کند. بهتر آن است که وقتی زائر آمد به حرم، دو قدم عشق بورزد، سه قدم فکر کند. یا علی مدد.